کنید. ماشاءالله پسرام، باریکلا، همه درس ایران زیبا رو باز کنید پسرای خوبم، باریکلا. خب هر کدوم از شماها که پسرای گلم هنوز کتابتون رو باز نکردید، کتابتون رو باز کنید، مداداتونم بذارید کنار دستتون، هم مداد سیاهتون هم مداد قرمزتون. ببینیم آرتین چه سوالی داره. آرتین جون چه سوالی داری پسرم؟ آرتین جان، خب از که آرتین سوال ند. بله پسرم، رادین قربانیان عزیز. رادین جون سلام خانم. این درس و درس رو دادین، من یه بارم از رو سخنی نکردم. خب رادی، ما چه روز این درس رو دادیم؟ فکر کنم سه‌شنبه. ما چهارشنبه این درس دادیم. درسته؟ خب چهارشنبه درس دادیم، امروز هم داریم کار میکنیم. فردا که یک شنبه هست، روخانی از پرسش داریم، یعنی فردا یک زنگ کامل من از شما پسر گلم میخوام درس بپرسم. حالا میخوام براتون توضیح بدم. الان توضیح میدم، اجازه بده الان توضیح بدم. مرسی ازت که اینقدر حواست جمعه پسر گلم. خب پسرای خوب ما، روز چهارشنبه که درس ایران زیبا رو دادیم، دو تا سه تا از دوستاتون برامون روخانی کردن. امروز ما میخواییم بچه ها کلمات مهم طلایی درس رو خط بکشیم، بعد هم کلمات هم معنی این درس رو بگیم، یعنی کلمات مهمی که تو این درس هست و معنیاش رو بهتون بگیم. فردا ساعت دوم پرسش روخانی داریم، یعنی همه شما پسرهای گلم کلمات هم معنی رو که من امروز بهتون میگم و خوب یاد میگیرید، روخانی هم زیاد تمرین میکنید که فردا میخوان بپرسید. به نوبت همتون میخونید و من هم کلمات هم معنی رو ازتون میپرسم. همینطور که ریاضی رو انقدر قشنگ جواب میدید و من لذت میبرم، فردا فارسی رو همینطور شماها مثل گل جواب میدید و منم لذت میبرم. خب پسرای خوبم، درس ایران زیبا رو باز کردید همتون، مداداتون رو دست بگیرید. الان من میخوام بگم پسرم مهرشاد بنی هاشمی، مهرشاد جان، آقای مهرشاد، مهرشاد بنی هاشمی عزیزم، مهرشاد جون این درس رو برای ما میخونی؟ سلام خانم. مهرشاد جون این درس رو برای من، این صفحه رو بخون. نام کشور ما ایران است. ما اسم درس و عنوان درس رو بگو. عنوان درس نام کشور ما ایران است. ما در ایران زندگی میکنیم. ما ایران را دوست داریم. ایران خانه بزرگ ماست. در ایران دیدنی های فراوان وجود دارد، مثل کوه‌ها، دشت‌ها، دریاها، جنگل‌ها، زیارتگاه ها و بناهای قدیمی. من به داشتن کشوری با این همه زیبایی افتخار میکنم. مردان و زنان ایرانی پرتلاش و با ایمان هستند. آنان کشور خود را از حمله دشمنان حفظ میکنند. اکنون بیایید به قسمت های از ایران سفر کنید. مرسی، عالی بود. آفرین به شما پسر خوبم. دست شما درد نکنه. بله پسرای گل من، روخانی یعنی که روان بخونید، تمرین داشته باشید روان بخونید. این درس ما تو سه صفحه هستش. این صفحه اولشه، حالا میریم سراغ صفحه دومش. صفحه دوم آقای سپنتا. سپنتا جان، آقای سپنتای عزیز، دستتو میگیری بالا پسرم؟ خب منتظر میشیم سپنتای عزیز دستشو بگیره بالا. سپنتا جون برای من این صفحه رو بخون. سلام عزیزم، خوبی پسرم؟ بفرمایید. خب شروع کن. حرم امام هشتم، حضرت رضا علیه السلام. حضرت رضا علیه السلام در شهر مشهد است. اینجا آرامگاه فردوسی شاه بزرگ ایران در طوس مشهد است.
اینجا کندوان تبریز است. خب این آرامگاه حافظ شیرازی است. اینجا 33 پل اصفهان است. این قله زیبا دماوند است. مرسی، دست شما درد نکنه، کافیه سفن تا. خب 33 پل از کدوم شهر بود؟ 33 پل از اصفهان. اصفهان بود. خب حرم امام هشتم در کدوم شهره؟ حرم امام هشتم بر نشمر. بله مشهد. آفرین، مرسی از شما، باریکلا. بله بچه ها، وقتی درس میخونید دقت کنید، از توی درسم من سوالم میپرسم و باشه پسرای خوبم. خب حالا پسر گلمون ببینیم چه سوالی داره. رادین جان چه سوالی داری پسرم؟ رادین چه سوالی داری؟ از منم بپرسید. بخونم بخونی سفرها. اینجا ماسوله. نه از این قسمتش باید بخونی. اینجا ارگ بمه. اینجا ارگ بمه کرمان است. اینجا ماسوله گیلان است. اینجا داشتیم دوباره ارگ بمه میخوندن. خب این تصویری از بیستون کرمان شاه است. اینجا برج میلاد. برج میلاد تهران است. اینجا تخت جمشید در مردشت فارس است. بیستون. بله باریکلا. خب برج میلاد از کدوم شهر بود؟ تهران. باریکلا، آفرین، مرسی. بچه من یک دور خواستم شماها دوستاتون بخونن، شماها یه آشنایی داشته باشید که وقتی میخوایم خط بکشیم بلد باشید. الان همه بریم دنباله کلمات مهم و طلایی درس و خط بکشید. باشه پسرای خوبم؟ خب شروع کنیم. من بچه ها خط میکشم براتون، شماها دونه دونه شماها خط بکشید. باشه؟ ایران زیبا. اجازه بدید من مدادم رو درست کنم. بکشید بچه ها. ایران زیبا. باریکلا. نام کشور ما ایران است. اینجا کشور ما ایران رو خط میکشیم. نام کشور ما ایران است. دوست دارم با من خط بکشید که عقب نمونید. ما در ایران زندگی میکنیم. نام کشور ما ایران است. ما در ایران زندگی میکنیم. ما ایران را دوست داریم. ایران خانه بزرگ ماست. خانه بزرگ ماست یعنی چی؟ یعنی خانه بزرگ ما است. ما گفتیم بعضی وقتا بعضی کلمه ها رو ما کوتاه میکنیم، با حذف یه دونه از حروفش کوتاه میشه، میشه ماست. ماست یعنی از آن ما، یعنی ما است. ایران خانه بزرگ ماست، یعنی ایران خانه بزرگ ما است. من ببینم پسرام چه سوالی دارن. آقای کیاشا چه سوالی داری پسر خوشگلم؟ کیاشا جان من سوالی فقط میخواستم بخونم از روی درس. خب انشالله فردا پسرم میخونی. باشه تاها جون شما چه سوالی داری؟ تاها جان آقای میرزاده خانم من اشتباهی دستم بالا بود. اشکال نداره عزیزم، هیچ اشکال نداره. خب پسر خوبم ادامه بدیم. در ایران جاهای، در ایران دیدنی های فراوان وجود دارد. بچه اینجا رو خط بکشید. دیدنی های دیدید فراوانم خط بکشید. در ایران
دیدنی های فراوان وجود. زیر کلمه وجودم خط بکشید. در ایران دیدنی های فراوان وجود دارد، مثل کوها، مثل کوها، دشت ها، دریاها، جنگل ها، زیارتگاه ها. زیر کلمه زیارتگاه ها را خط بکشید. زیارتگاه ها و بناهای قدیمی. زیر کلمه بناهای قدیمی را خط بکشید. من به داشتن کشوری با این همه زیبایی افتخار می کنم. زیر کلمه افتخار را خط بکشید. من با این همه زیبایی، من به داشتن کشوری با این همه زیبایی افتخار می کنم. مردان و زنان ایرانی پرتلاش و با ایمان. پرتلاش و خط می کشید، با ایمانم خط می کشید. مردان و زنان ایرانی. مردان می دونی یعنی چی؟ یعنی چند تا مرد. زنان هم میشه چند تا زن. مردان و زنان یعنی تعداد زیادی از مردها، تعداد زیادی از زنها. مردان و زنان ایرانی پرتلاش و با ایمان هستند. آنان کشور خود را از حمله دشمنان حفظ می کنند. بچه ها اینجا حفظ، زیر کلمه حفظ و خط بکشید. حفظ می کنند. خب اینجا از حمله دشمنان حفظ میکنن. پس حمله دشمنان و حفظ و زیرش رو خط بکشید، این سه تا کلمه رو. اکنون بیایید، زیر کلمه بیایید و خط بکشید. اکنون بیایید به قسمت هایی از ایران سفر کنیم. قسمت هایی رو خط بکشید. از ایران سفر کنید، زیر کلمه سفرم خط بکشید. خب حالا پس اینجا این توی این صفحه اینها رو خط کشیدید. اگر کسی عقب دستشو بگیره بالا که من نرم صفحه دیگه، تا شما هم خط بکشید. جونم پسرم، آروین جان، ببینیم دوستمون چه سوالی داره. جانم آروین جان، من کم میدم. عقب موندی؟ کجایی عزیزم؟ پسر خوب؟ افتخار. خب بکش، تون تون خط بکش، ببینم چی شد. خب رادین شما کجایی؟ رادین جان، من همه رو نوشتم، فقط با رنگ مشکی کشیدم، اشکال نداره؟ صفحه های بعدی رو با قرمز بکش. باشه؟ باش. مرسی. روحام جون شما چه سوالی داری عزیزم؟ روحام؟ سلام خانم، سوالی. سلام عزیزم. من سریعتر از این درس بخونم؟ هر وقت اینو نمشیم فردا میخونی. باشه عزیزم؟ باری کلا به پسرام که اینقدر داوطلبن بخونم. خب بریم صفحه بعدی. بچه ها صفحه بعدی رو من خط میکشم، شما هم با من خط بکشید. باشه پسرای خوبم. اینجا حرم امام هشتم حضرت رضا علیه السلام در شهر مشهد است. حالا خط بکشید. حرم امام هشتم، حرم امام هشتم، خط کشیدید. حضرت رضا علیه السلام. اینجا حرم امام هشتم حضرت رضا علیه السلام، خط بکشید. آفرین. بریم قسمت بعدی. اینجا آرامگاه فردوسی شاعر بزرگ ایران
در شهر طوس است. اینجا خط بکشید. آرامگاه فردوسی. شاعر بزرگ ایران. خط بکشید. در طوس مشهد است. در طوس مشهد. طوس مشهد هم خط بکشید. آفرین. پس اینجا آرامگاه فردوسی. شاعر بزرگ ایران در طوس مشهد است. ما زیر کلمه آرامگاه فردوسی خط کشیدیم، شاعر بزرگ ایران هم خط کشیدیم، طوس مشهد هم خط کشیدیم. حالا بریم قسمت بعدی درسمون. اینجا کندوان تبریز است. بچه ها من بزرگترش بکنم که شما خوب ببینید. اینجا کندوان تبریز است. پسرای خوبم، خب اجازه بدید که من خط بکشم. بله، اینجا کندوان تبریز است. زیر کندوان تبریز رو خط بکشید. کندوان تبریز. اینجا کندوان تبریز است. اینجا آرامگاه حافظ شیرازی است. اینجا حافظ شیرازی رو خط بکشید. اینجا آرامگاه حافظ شیرازی است. باریکلا که انقدر خوب دارید کار انجام میدید. آفرین بهتون. خب اینجا آرامگاه حافظ شیرازی است. خب بریم بعدی. اینجا 33 پل اصفهان است. ما عامیانه میگیم اصفهان ولی علمیش اصفهانه. سال قبل هم در درس صدای موج که نشانه صدای بهتون یاد دادم براتون توضیح داده بودم. خب اینجا 33 پل اصفهان است. خط بکشید بچه ها. 33 پل اصفهان. باریکلا. 33 پل اصفهان است. خب این قله زیبای دماوند است. قله زیبای دماوند رو خط بکشید. آفرین به پسرام. حالا من چند دقیقه صبر میکنم ببینم پسرام چی کار کردن. آفرین بهتون. باریکلا باریکلا. خب پس اینجا خطمون رو کشیدیم. ببینیم پسر خوشگلمون چه سوالی داره. چه سوالی داری خوشگل من عزیزم جونم؟ خب صورتی من یه اینده اکثر رو کشیدم. اینده کی رو خط نکشم؟ کدومو؟ من یه دونه چیز رو اخن خودم عکس گرفتم، عکسش رو نوشتم. خب اون چیز کنم خودم برای خودت معلومات عمومیت بوده نوشتی دیگه، خودت بلدی که نوشتی استاد. پسر کنم مرسی ازت که اینقدر دقت داری. باریکلا باریکلا پسر خوب. خب بریم صفحه بعدی پسرای خوب. صفحه بعدی ببینیم برامون چی گذاشته. باریکلا. گفته اینجا ارگ بم کرمان است. پسرای خوب. ارگ بم کرمان. زیر کلمه ارگ بم کرمان رو خط بکشید. اینجا ارگ بم کرمان است. اینجا ارگ بم کرمان است. اینجا ماسوله گیلان است. اینجا رو خط میکشید. ماسوله گیلان. اینجا ماسوله گیلان است. آفرین. زیر کلمه ماسوله گیلان خط بکشید. این تصویری از بیستون کرمانشاه است. بچه هم میتونیم بگیم بیستون کرمانشاه، هم میتونیم بگیم بیستون کرمانشاه، هر کدومو که دوست داشتید میتونید بگید. این تصویری از بیستون کرمانشاه است. اینجا برج میلاد تهران است. پس اینجا چی شد؟ برج میلاد تهران. خط بکشید. آفرین. اینجا برج میلاد تهران است. اینجا تخت جمشید در مرودشت فارس است. بچه هم تخت جمشید رو خط بکشید، هم مرودشت فارس رو خط بکشید. پس اینجا دوتا رو خط میکشید.
اینجا تخت جمشید در مرو دشت فارس است. باریکل آفرین بهتون. پسرای گل من، این درس ایران زیبا تو 3 صفحه است. یه موقع اشتباه نکنید، فقط فکر کنید صفحه اولشو بخونید. جونم کیان جان، چه سوالی داری پسرم؟ جون دلم، چرا دوربینت باز نمیشه؟ خانم سولتی نمیدونم جو... از موقعی که کلاس زبان رفتم خطا میاد دوربینم. عزیزم اشکال نداره، به مامان بگو درست میکنه. خب جونم چه سوالی داشتی؟ دوربینم باز نشد، اگر باز میشد میخواستم بهتون کتابمو نشون بدم. عزیزم میدونم شما خوب انجام میدی، پسر خوشگل من، شما همه خوشگلای من هستید، آفرین بهتون. وقتی ریاضی رو اینقدر قشنگ انجام میدید، مسئله رو اینقدر خوشگل حل میکنید، الگویابی رو اینقدر قشنگ انجام میدید، من میدونم تو نوشتنتونم عالی هستید، آفرین به شما پسرای خوبم. خب پسرای گل من، الان ببینید من دیگه ببینم صفحه بعدی، میخوام اینجا براتون کلمات هم معنی درس رو بگم. نگاه کنید به کلمات هم معنی درس. این کلمات هم معنی درس خیلی مهمه. فردا فقط یک زنگ رو میذاریم واسه یه روخانی و پرسش این کلمات هم معنی. دلم بخواد از هر کدومتون این کلمات هم معنی رو میپرسم، سریع به من جواب بدید. خب همه دقت کنید، من کلمات هم معنی رو میخونم که شما هم بعد از ظهر تمرین کنید. زیبا یا هم معنیش میشه قشنگ. کشور یعنی سرزمین پهناور. دیدنی چیزی که ارزش دیدن دارد. فراوان یعنی زیاد. مثل یعنی مانند، معنی کلمش میشه مانند. زیارتگاه، محل زیارت، جایی که میریم زیارت میکنیم بهش میگن زیارتگاه. زیارتگاه میشه محل زیارت. بنا یعنی ساختمان. یکی از بچه ها تو مشقش تشدید گذاشته بود، اون میشه بنا. بنا اگه تشدید بذارید روش میشه بنا، یعنی کسی که خانه میسازن، ولی اینجا ما تشدید نداریم، اینجا میگیم بنا. بنا یعنی ساختمان. میگید چقدر بنای ساخونه ما خوشگله، یعنی نمای ساختمان شما، چقدر ساختمونتون خوشگله. بنا یعنی ساختمان. بنای قدیمی یعنی ساختمانهای قدیمی. خب پس اینجا میشه بنا میشه ساختمان. افتخار میکنم یعنی احساس سرافرازی و سربلندی میکنم. افتخار میکنم، میگیم ما به کشورمون ایران افتخار میکنیم، یعنی احساس سرافرازی و سربلندی میکنیم. آنان یعنی آنها. آنان یعنی چند نفر دیگه، آنها میشه چند نفر، آنان میشه همون آنها. حمله یعنی هجوم، میگه دشمن حمله کرده، یعنی دشمن هجوم آورده. حمله یعنی هجوم. حفظ یعنی نگهداری، نگهبانی، میگه من کتابمو خوب حفظ میکنم، یعنی من کتابمو خوب نگهداری میکنم. خب حفظ یعنی نگهداری، نگهبانی. اکنون یعنی حالا، الان. چند تا معنی میده؟ حرم، حرم میشه گرداگرد جای زیارتی، ولی معنی اصلی حرم میشه محل امن، محل آرامش، محلی که درش زیارت میکنیم. پس بچه ها حرم یعنی جای امن، جای آرامش، محل زیارتیه. پسرای خوب من، ما تو درس زیارت گفتیم حرم یعنی چی؟ گفتیم حرم یعنی جای امن بود. یادتونه که میگن بچه ها یه داستان فارسا براتون خوندم توی درس رضا رو که میخواستیم یاد بگیریم نشانه زاد، و گفتم عکس حرم امام رضا رو گذاشته بودم، گفتم زامن، داستان زامن آهو رو گفته بودیم، یادتونه؟ یا میدونید یعنی چی؟ یعنی یه آهوی بوده میخواسته از دست یه شکارچی فرار کنه، به کجا پناه آورده؟ به حرم امام رضا، چون حرم امام رضا محل امنه،
محل آرامشه، محل زیارتیه، کسی به کسی آسیب نمیرسونه. پس اینجا حرم هم میشه گرداگرد جای زیارتی، یعنی اطراف یک جایی رو که زیارت میکنیم میشه چی؟ میشه حرم. وقتی میریم مثلا میریم حرم یه اماما، دورش میریم، دورش میچرخیم، بوس میکنیم، دعا میکنیم، این میشه حرم. حرم یعنی گرداگرد جای زیارتی، ولی در اصل معنیش میشه جای امن، جای آرامش، محل زیارت. حضرت یعنی آقا. قله، نوک کوه رو بهش میگن قله. آرامگاه، محل دفن رو بهش میگن چی؟ میگن آرامگاه. یادتونه تو درس فردوسی هم ما داشتیم آرامگاه، گفتیم محل آرامش ابدی، یعنی کسی که برای ابد میره، مثلا وقتی که یک جای دفن میشه بهش میگن آرامگاه. آرامگاه میشه محل دفن، محل آرامش ابدی. شیرازی یعنی کسی که اهل شیراز است. مثلا یکی بهش میگه اصفهانی، یعنی کسی که اهل اصفهان است. مثلا یکی میگن تهرانی، یعنی کسی که اهل تهران است. پس این کلمات هم معنی رو میذارم تو کانال واتساپ، حتما امشب تمرین میکنید خیلی زیاد، که فردا میخوام ازتون چی سوال کنم. خب بریم قسمت بعدی کارمون پسرای خوبم، اگه باز بشه ها، که اینجا برامون امروز بله باز شد. درست و نادرست. حالا من میخوام این درست و نادرست از شماها بپرسم. آماده اید؟ باز مداداتون دستتون باشه. خب از آقای علی سینا میخوایم بپرسیم. علی سینا جون، پسر گل ما، آقای علی سینا، ببینیم باز میشه براش. خب بله باز شد. سلام. سلام خانم، خوبی عزیزم؟ بله. خب اینجا گفته درست درست میخوایم با کمک این قسمت رو انجام پسر گل بچه ها هم پسر گل هم خیلی پسیر رو خوب نگاه کنیم. امیر اسفهان اینجا اصفهان نیستش. اینجا مقبول ایش کلا، این برج آزاد. پس میریم پس میریم آدارو. مرسی. نادرست. بله این میشه نادرست. پس اینجا اصفهان نیست، اینجا میشه نادرست. اینجا چیه؟ برج میلاد تهرانه. آفرین. پس اینجا میشه نادرست. مرسی. خب بریم سراغ یه پسر خوبمون، آقای سپهر. سپهر جان، این تصویر از شیرازه؟ سلام. خوبی سپهر جان؟ سلام. خوبی سپهر جان؟
خب پسرای گلم، بکنم چند لحظه قطع شدیم، اصلا اشکال نداره، الان میاریم تر درس رو با همدیگه میخونیمش، هیچ اشکال نداره. سپهر من، سپهر جان، بذاریم سپهر بیاد. خب کیاشا جان شما چه سوالی داری پسرم؟ کیاشا؟ کیاشا جان چه سوالی داری عزیزم جونم؟ این اصفهان به هیچ کدوم از اینا نمیخوره. خب ما مینویسیم نادرست، نمینویسیم درست اینجا. ما من خب تهران، مشهد، شیراز، اصفهان نوشته. اصفهان اینجا نداریم عکس، فقط مثلا خب ما اینجا گفتیم میخوایم ببینیم کدوم درسته کدوم نادرسته. درسته؟ ما اینجا که نمیخوایم اصفهان برای هیچ کدوم از اینا نیست. حالا ما کاری بعدا نداریم که هستیم. ما گفتیم این تصویر اصفهانه، علی سینا گفت نه، این برج آزادی، میدان آزادی تهران هستش. گفتیم پس نادرست، گفتیم پس اصفهان نیستش. حالا شما به من بگو اینجا شیرازه؟ تصویر دوم اینجا نه. شیرازه، اینجا ماسوله گیلانه. باریکلا، اینجا ماسوله گیلان است، پس شیراز نیست. می نویسید چی؟ می نویسید نادرست جلوش، نادرست. پس این تصویر هم نادرسته، چون از شیراز نیست که، ماسوله گیلان است. مرسی، دست شمام درد نکنه، دستتو سری بیار پایین پسرم. خب از سپهر می پرسید، سپهر جون این تصویر، ببینیم سپهر عزیز وصل میشه یا نه. سلام خانم جان. سلام عزیزم، خوبی پسر گلم؟ سپهر عزیز وصل میشه یا نه؟ سلام. سلام عزیزم، خوبی پسر گلم؟ بله شما خوبی؟ خب اینجا مشهد است؟ نه. خب این تصویر مشهد است؟ اینجا مشهد است؟ این تصویر مشهد است؟ تصویر اینجا نه فکر کنم. نگاش کن خوب این تصویر، این تصویر برای کلمه مشهد. نگاش کن خوب تصویر حرم امام رضا است. این تصویر ارو کتابت ببین، برای کلمه مشهد تصویر میشه درست، تصویر حرم امام رضا است. مرسی ازت، سپهر جون مرسی. بله خب پس اینجا میشه درست. خب پسر خوبم، سپهر جون قد شدی دیگه، اشکال نداره. پس اینجا تا این تصویر مربوط به چیه؟ به مشهده. بچه ها بعضی از شما صدای سیستماتون پیشواک داره، یعنی منعکس میکنه، صدا خراب میشه. لطفا صداها رو درست کنید که وقتی که من میکروفوناتون باز میکنم راحت بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. پس اینجا مشهده، درسته. تصویر بعدی رو بریم نگاه کنیم ببینیم چیه. نوشته تهران، میخوایم ببینیم این تصویر درسته یا نه. آقای پارسا به من بگه، پارسا جان این تصویر درسته که نوشته تهران؟ پارسای عزیز سلام عزیزم، خوبی؟ پارسا جان اینجا نوشته تهران، درسته؟ این تصویر اینجا نوشته تهران، اشتباه، اشتباهه، یعنی نادرسته. اینجا تصویر چیه میدونی؟ اینجا تصویر شیراز، بله، حافظ، بله. پس اینجا میشه نادرست، نادرست. اینجا حافظ نیست، این سعدیه، آرامگاه سعدیه در شیرازه. پس اینجا تهران درست نیست، می نویسیم نادرست. مرسی، دست شما هم درد نکنه. خب بریم قسمت گوش کن و بگو. بچه ها اینجا سوال داره، می خواهیم سوال کنیم از رادین قربانیان عزیز. سوال می کنیم، رادین دستشو بگیره بالا. آفرین، سریع، خیلی تند، باریکلا به پسران، منتظرتونم. آفرین که اینقدر پسرهای خوب و پرتلاشی دارم، خیلی دوستتون دارم. خب حالا سلام عزیزم، رادین عزیزم گوش کن و بگو. اینجا گفته سوال یک و شما به ما بگو، نام چند مکان تاریخی
و دیدنی رو بگو. بلدی؟ چند تا مکان تاریخی و دیدنی؟ موزه. موزه درسته. موزه ها میشه. دیگه چی؟ دیگه موزه درسته. موزه ها جاهای دیدنی هستن. خب دیگه دیگه به نظرت چی؟ جاهای دیدنی. شهرهایی که مسافرت میری چه جاهایی رفتی دیدی؟ مثلا مثل چی؟ نه اسمش چیه؟ مثلا مسافرت رفتی نرفتی جاهای تاریخی و دیدنیشو ببینی؟ خب اشکال نداره. میریم هم یه دوست داری جانم. اونجا که چی اسم میدون آزادی، اسم اون برج چیه؟ برج آزادی درسته. اون هم برج میلاد. بله مرسی، دست شما درد نکنه، خوب بود. بله موزه ها، برج آزادی، برج میلاد. دیگه بپرسیم ببینیم جاهای دیدنی دیگه. خیلی جاهای دیدنی داریم بچه‌ها تو تمام ایران. خیلی جاهای دیدنی قرار بود که ما بریم تحقیق کنیم ما روز چهارشنبه. خب آروین جون شما به من بگو چند تا جای دیدنی میگی؟ حافظ شیرازی. بله حافظ شیرازی. اجازه بده من بنویسم. حافظ شیرازی. باریکلا. دیگه کجا رو میگی؟ دیگه تخت جمشید. بله. خب میتونی جاهای دیگرم بگی که تو کتاب نباشه؟ مثلا مسافرت رفتی به اون شهرستانی که رفتی جای دیدنی و تاریخی داشته؟ من تا حالا اینجا رفتم. خب ولی اسمش یادت نیست درسته؟ اشکال نداره، خوب بود. اینهایی که گفتی درست بود. مشهدم رفته درسته، باریکلا. خب کیان بگه. کیان چه یک جای دیدنی رو بگه؟ یک جای یه مکان تاریخی و دیدنی رو بگو که رفتی تا حالا. من خیلی رفتم. خب میگی؟ پیش رفتم. خب مکان تاریخیشو بگو، اسم یه مکان رو بگو. خب بله بچه ها توی پیام ها میزنن برای من. چی؟ آره بله پارک دلفینا رفته. خب دیگه پارک دلفینا. خب دیگه پاساجا. خوبه آفرین. حالا بریم یه پسر دیگه بپرسیم. امی بردیا بگه جای دیدنی. امی بردیا زود باش، سریع. امی بردیا خیلی رفته تو تبریز دیده، بخواد الان برامون بگه. سلام. خوبی پسرم؟ چی؟ بگو بنویسم. کاخ. کاخ ها. بله کاخ ها دیگه. خونه پروین اتسامی. بله خونه پروین اتسامی. دیگه کجا؟ شهریار. استاد چندوان. بله چندوان رفته، چندوان هم رفته پسرمون. خیلی خوبه، مرسی، دست شما درد نکنه. متشکرم بچه ها. ببینید قاره علی صدر در همدان هست، کوه سنگی در مشهد هستش، سیوسپل در اصفهان هست، هم باغ فین کاشان معروفه که برای من اینجا زده. درسته همه اینهایی هست که شماها نام بردید برای من. باریکلا. بذارید من بخونم. قاره علی صدر را زدن، شهر شیراز را زدن. باریکلا آفرین. همه جای منار جنبان اصفهان رو زدن، آلقاپوی اصفهان. اینجا همه میشه مکانهای تاریخی و دیدنی. سوال دو، چرا ما کشور خود ایران را دوست داریم؟ اینو دیگه باید همه بلد باشید بگید.
چرا ما کشور خود ایران را دوست داریم. ماهان بگه. ماهان منصوری عزیزم. ماهان جان آفرین بهتون که اینقدر قشنگ جواب میدید. چرا ما کشور خود ایران را دوست داریم؟ ماهان مثل که باز نمیشه. ماهان پارسا جون شما سوال داری، دستتو گرفتی بالا عزیزم. خانم سولتی اونجا که رفتن همون حافظه. بله درسته، الان نگاه میکنم میبینم بهت میگم. خب حالا بریم ببینیم ماهان چه کارمون داره. ماهان جان ماهان شما به من بگو چرا ما کشور خود ایران را دوست داریم؟ خب خیلی سرسبز و جنگل‌های خوبی داره، مثلا باریکلا شمال دریاها. بله آفرین بچه، مرسی، دست شما هم درد نکنه، خیلی خوب بود. بله پارسا تو درست گفته بودی سوالتو. پارسا جان سوال دو گفت چرا ما کشور خود ایران را دوست داریم؟ بله چون ایران خانه ماست و ما در آن زندگی میکنیم. بچه ها تو پیام ها دارن بر من میزنن، باریکلا میزنن ایران وطن ماست. آفرین به تو. پس اینجا میگیم چرا ما کشور خود ایران را دوست داریم؟ بنویسید چون ایران خانه ماست. خانه ماست باریکلا. چون ایران خانه ماست باریکلا. آفرین. دیگه چی؟ دیگه هم بزنید ببینم. وطن ماست باریکلا. آفرین. چون ایران وطن ماست باریکلا. و ما اینجا بنویسیم و ما در آن زندگی میکنیم. آفرین. خب دیگه چی؟ چون ما در آن زندگی میکنیم. آفرین. درسته پسرای خوبمون. باریکلا بهتون. دیگه وطن ما هم هستش. حالا من یه سوال بپرسم ببینم دیگه چی میگن پسرام. محمد حسن بگه. محمد حسن شما بگو. و خب محمد حسن بگی. بله خانم. در مورد ایران بگو ببینیم. در مورد ایران. ایران چون ایران جای دیدنی دارد. بله اون هم میشه. چون ایران خانه ما و ما بنویسید و ما در آن زندگی میکنیم. دیگه زندگی میکنیم باریکلا. دیگه جاهای دیدنی زیاد داره که محمد حسن گفت. دیگه چی؟ دیگه محمد حسن وطن ما هم هست دیگه، درسته؟ بله وطن ما هست. درسته. بذار بنویسم پس اینجا، بذار رنگ مدادم رو عوض کنم که خوشتر بنویسم. خب چون ببینید چون ایران خانه ماست و ما در آن زندگی میکنیم. ایران وطن ماست. ایران وطن ماست. وطن ماست. یکی از بچه ها یک جمله خیلی خوشگل دیگه هم نوشته که اجازه بدید من اینو پاکش کنم که من براتون رنگ آبی میگن پیدا نمیشه، اشکال نداره، من رنگم رو عوض میکنم دوباره با بذاریم سبز ببینیم پیدا میشه یا نه. ایران وطن ماست. ایران وطن ماست. یکی از بچه ها یک جمله قشنگ نوشته ایران تاریخ بزرگی داره، ایران مردان بزرگی داره. بله خیلی هم خوب باریکلا. سوال بعدی حالا میدیم سراغ سوال سوم. گفته در شهر شما چه مکانهای تاریخی و دیدنی وجود داره؟
من بیام ببینم چه مکانهایی وجود داره. خب از آقای تاها میرزاده میپرسیم. تاها جان در شهر شما، تاها جان، خب تاها جان در شهر شما چه مکانهای تاریخی و دیدنی وجود داره؟ دوربینت چرا باز نمیشه؟ نمیدونم خانم، تایید زده. اشکال نداره، حالا به من بگو چه مکانهای تاریخی داری؟ در شهر ما، در شهر تهران چه مکانهای تاریخی داریم؟ کاخ ها؟ آرامگاه حافظ، آرامگاه فردوسی. نه نه نه، در شهر شما، یعنی شما الان کجا زندگی میکنی؟ تهران. خب میخواییم ببینیم در تهران چه جاهای دیدنی داره؟ چه مکانهای؟ سیاستپل اصفهان. تاها جون، آقای تاها، در شهر شما الان شهر شما مکانهای تاریخش کدومه؟ تهران مگه ما زندگی نمی کنیم؟ بله. خب تو تهران مکانهای تاریخی و دیدنیشو می دونی؟ موزه ها، کاخ ها، کاخام، برج میلاد، برج میلاد دیگه، میدان آزادی، درسته؟ بله. مرسی، دست شما درد نکنه. پس پسرای خوبم امروز تمرین میکنید که فردا پرسش داریم. الان زنگ تفریح استراحت کنید. زنگ بعدی علوم داریم، میخواید علوم؟ بریم فصل بعدی. الان استراحت کنید تا زنگ بعدی.